درود ویژه میفرستم به همه عزیزان و دنبال کنندگان دوره فروشگاه اینترنتی در این قسمت میخوایم بحث بارگذاری مدارک در پنل فروشگاه رو با هم ادامه بدیم خب ما در قسمت قبلی اومدیم و مجوزهای فروشگاه رو براش یک صفحه ایجاد کردیم همونطور که میبینید این صفحه هست من رفرش میکنم که از قسمت تنظیمات بارگذاری مدارک میتونه بهش دسترسی داشته باشه و یه لینکی برای جدید گذاشتیم یک مشکلی که توی جدید بود بحث سلکتش بود که ما اینجا نیازی نیست که از ادساین استفاده کنیم و باید تگ سلکت رو هم به این شکل ببندیم نه اون مدلی که بسته بودیم من ریبیلد میکنم تا این مسئله در وحله اول که ایرادی از جلسه قبل بود برطرف بشه و بعد به اکشن بعدیمون برسیم خب منتظر میشیم تا ریبیلد ما انجام بشه با کمی تأخیر ریویل ما هم انجام شد من میام مجددا صفحه رو رفرش میکنم و میام جدید رو میزنم ببینید دوستان آرایشی بهداشتی و کالای دیجیتال خیلی قشنگ و شیک اومد اینجا و حالا من به فرض مثال کالای دیجیتال رو انتخاب میکنم و میام توی این کالای دیجیتال به فرض مثال این تیشرت ورزشی رو حالا چون عکسی نداشتم من این رو به عنوان مدارک انتخاب کردم ذخیره رو میزنم و اینجا میام میبینم که در واقع ثبت شد نام دسته رو به من نمایش نداد باید این رو اصلاح کنیم بهتون میگم مشکلش از کجاست ولی ببینیم عکس رو برای ما آیا ذخیره کرد یا نه بله میم اینجا توی ایمیجز توی در واقع یوزرز توی استورز و اگه من ویو رو به این شکل بذارم میبینید که عکس هم به راحتی ذخیره شد خب بریم اول از همه مشکل عدم نمایش نام دسته رو با هم دیگه برطرف کنیم ببینید تاریخ رو درست انداخته سه شیش امروز اما این کرییت که کارش تمامه چرا اینجا نشون نداد بچه ها ببینید من گفتم از مدل از کتگوری نیم رو بگیر خب چه کوئری وست کردم اینجا اومدم کوئری اجازه بدید اومدم کوئری استور کتگوریز که گت استور کتگوریز بای استور ایدی. خب میام به سراغ سرویسم توی استور و این کوئری رو پیدا می کنم ببینید این کوئری هستش بچه ها این کوئری حتما باید این کلود بخوره به کتگوری و اگر یک ریبیلد کنید می بینید که اون مشکل هم برطرف شده یعنی این دوتا ایرادی که ما داشتیم رو خیلی راحت تونستیم برطرف کنیم. ریبیلد من انجام شد. میام اینجا و الان انتظار دارم اسم دستم رو به من نشون بده. بله این هم کالای دیجیتال که ما اینجا داشتیم. خب میریم سراغ مورد بعدی که من میخوام حالا به ویرایش برسم اینجا میام برمیگردم به سراغ پنل کنترلر و یک کپی از create store category میگیرم با اجازه شما و همینجا میام پیستش میکنم اسمش رو میذارم edit store category که این ادیت استور کتگوری همون ویو مدل رو داره منتها توی ورودیش یه آیدی میگیره خب اینجا هم اینت آیدی دوباره باید یک لیستی از کتگوری ها باز کنیم فقط اون مقداری که الان وجود داره برای ویرایش کردن رو ما باید پر کنیم پس من میگم از جنس استور کتگوری ویو مدل استور کتگوری ویو مدل یک ویو مدل ایجاد میکنم میگم که کتگوری آیدیش هست خب چی هست؟ اول از همه میام یک استور کتگوری مساویه با از استور دات get store category که میگه یه ID بده بفرمایید save اینجا هم باید وقتی که اون دراپ داون من پر میشه یک selected value داشته باشه که از استور کتگوری کتگوری آیدی هست selected Valueش خب دوستان این برای چیه زمانی که داریم ویرایش میکنیم باید مقادیر پر باشه از قبل اون چیزی که ذخیره شده وقتی من یک دراپ میذارم میخوام اون چیزی که در دیتابیس ذخیره بود سلکتد ولیوش بشه یعنی مقدار انتخاب شدهش باشه به صورت پیش فرض برای همین این رو گذاشتم خب حالا کاتگوری آی میگم از استور کاتگوری یعنی اون استور کاتگوری که میخواد ویرایش کنه کاتگوری آی image نیمت هم بشه باز هم از استور کتگوری آی ام خب حالا که داری ویو رو باز میکنی ویو مدل من رو بهش پاس بده این اصلی این برمیگردیم اینجا اگه مدل استیت ایز ولید بود چیکار کن خب دقیقا یه همچین کوئری ما میخوایم و اینجا میگیم اگه ایمیجمون حالا نال بود مخالف نال بود دوباره چک کنه اشکالی نداره باید یه دونه عکس جدید ذخیره کنه باز هم موردی نداره فقط مسئلهش اینه که باید بگیم از استور کاتگوری دات ایمیج مساوی با از ویو مدل ایمیج نیم از استور کتگوری دات دیگه چی رو میتونه کتگوری آیدی رو میتونه ویرایش کنه میشه از ویو مدل دات کتگوری آیدی البته فکر میکنم این مقدار رو ما اونجا دادیم توی سرویس نه دوستان بذارید من یه نگاهی بهش بندازم بیام به سراغ سرویس استور آپدیت آره اینجا من دو تا مقدار رو دادم فقط کافی کوئری مصدا بزنم بچه ها یعنی من اینا رو نمیخوام کافیه بیام بگم از استور دات اپدیت استور کن میگه یه آیدی بده بفرمایید آیدی کاتگوری آیدی هم از ویو مدل دات کاتگوری میگه بهم ایمیج بده ایمیج هم میشه از ویو مدل آی ام جی نیم بفرمایید خب این در صورتیه که عکسی انتخاب شده باشه اگر عکسی انتخاب نشد باید چی کار کنی اگر عکسی انتخاب نشد دیگه فقط باید کتگوری آیدی رو ویرایش کنی یعنی از استور دیت استور کاتگوری آیدی رو که میگیری شرط رو واسش ست کنی از ویو مدل کاتگوری آیدی و عکس باید همون مقدار قبلی عکس باشه بچا خیلی مهمه میگم از خود استور کاتگوری همون چیزی که توی ایمیج بود خب بعد هم که ثبت کرد شو کاتگوری رو نشون میده ما اینجا مشکلی نداریم من حالا میام ویوه ادیت رو هم میسازم میام میگم که اصلا نوش پارشیال باشه و اد رو میزنم برای ادیت خب منتظریم تا ساخته شه من میام برای اینکه خلوت تر بشه اینها رو میبندم اینجا از پنل Create Store Category رو دقیقا ویو مدلش رو هم میخوام اینجا یه دونه کپی پیس خب این میشه ویرایش مدارک سیف خب برمیگردیم به اینجا ما دقیقا بحث انتخاب گروه رو داریم فقط این فرم ما میشه دیگه ادیت استور کتگوری اینجا هم عکس رو داریم ولی بهتره بیایم و اون چیزی هم که الان قرار گرفته رو نشون بدیم یعنی بگیم از ایمیجز از یوزر از استور بیا مدل دات آی نیم رو قرار بده آلتش هم میذاریم تصویر پیدا نشد اگر واقعا تصویری نتونست پیدا کنه ویت 100 میدم هیت 100 میدم کلاس ایمیج رسپانسیو استایل margin: اوتو که بیاد در وسط اون دایو من قرار بگیره حالا من جا داره که یک ریبیلد بکنم و یه تستی انجام بدیم البته توی شو استور کتگوری بچه ها ما اینجا ادیت رو داریم که باید بگیم این تابه ادیت من تابع مای ادیت یه ورودی آیدی داره اینجا هم به ادیت استور کتگوری وصله و ID رو بهش پاس میده خب برمیگردیم اینجا یه ویرا یک در واقع رفرش میکنیم من میام و یک اصلاح اینجا میزنم صفحه رو برای من باز نکرد بذارید ما یک خب ریبیلدی انجام بدیم بعد از اینکه این ها این اضافه شد خب من حالا یک رفرش میکنم میام اصلاح بله ببینید خیلی راحت من اینو میذارم آرایشی بهداشتی ذخیره ببینید آرشی بداشته شد دوباره میام عکسش سر جاشه میام عکس رو این در واقع کتونی انتخاب میکنم ذخیره دوباره میام اینجا عکسم هم انتخاب شده و این از عملیات ویرایش من یه نکته دوستان عزیز من در ویرایش خیلی مهمه ببینید ما به سراغ استور کتگوری بیام استور کتگوری هایی که ثبت میکنیم یکی ایز اکتیو دارن یعنی مدیر میره اونها رو فعال میکنه اگر ویرایش بشه دوباره باید این ایز اکتیو اگر ترو بوده فالس بشه فعلا که ترو نبوده همون فالس بوده هر وقت هم ویرایش میکرد فالس میشد بنابراین ما توی کوئری آپدیتمون به این مسئله باید خیلی توجه کنیم البته این آپشنال دست خودتون اگر شما دوست داشتید میتونید این کار رو تو پروژهتون انجام بدید که زمانی که داره ویرایش انجام میشه یعنی به هر دلیل دستبندی رو تغییر میده بارگذاری مدارک رو تغییر میده از استور کتگوری ایز اکتیویت دوباره فالس بشه چرا؟ چون مدیر دوباره بره اون رو تایید کنه شاید ویرایشی که انجام داده یک چیزی رو گذاشته که خلاف واقعیت و مدیر مجدد باید اون رو تایید کنه مثلا شما این رو توی بحث مدیریت آگهی ها در سیستمایی مثل دیوار یا شیپور دارید وقتی شما اسخایی میکنم آگهیتون رو ویرایش میکنید دوباره منتظر تایید نهایی اون میشید که آگهی شما به نمایش در بیاد و این دقیقا همین کار رو انجام میده الان هم ما میگیم که اگر یک فروشگاهی مدارکی بارگذاری کرد باید مدیر اون رو تایید کنه اگر به هر دلیلی ویرایش کرد اون قسمت بارگذاری مدارک رو حالا یا دستبندیش رو عوض کرد یا فایل تصویر اون مدارک رو عوض کرد بازم باید به تایید مدیر در بیاد و بعد بتونه از خدمات سایت استفاده بکنه پس این یک نکته بسیار مهمی بود که ما توی ویرایش باید بهش میرسیدیم و رایت میکردیم یه سیو دیگه من میکنم آخرین اکشنی که ما اینجا میخوایم اکشن دیلیت هست که خب اون رو هم خیلی راحت میتونیم داشته باشیم من قبلا به خاطر اینکه وقت شما عزیزانم کمتر گرفته بشه از دیلیت استفاده کردم ببینید بچه ها ما اومدیم حالا کوری چون که قبلا نوشتیم اینجا دیلیت داشتیم من میام یکی عین این رو میگیرم اینجا پیس میکنم فقط میذارم دیلیت استور کتگوری توی قسمت پستش هم به همین شکله اینجا میگیم که از استور دیلیت استور کتگوری کن آیدی رو هم بهش میدیم ریترنمون هم به همین سادگی است اینم از این حالا من کافی یک ویو بسازم میام میگم یه ویو خالی بساز چون بازم میخوام کپی کنم دقیقا همون تمپلیت و فرمت دیلیتی که ما قبلا استفاده کردیم میخوایم اینجام ازش استفاده کنیم خب منتظر هستیم تا احساس میکنم سیستم من یه مقداری کند شده امشب نسبت به شبها و روزهای قبلی این رو هم شما بزرگواری خودتون ببخشید بچه ها من اینجا دیلیت کتگوری دارم اینش رو میام میگیرم اینجا پیس میکنم تایید حذف میشه دیلیت استور کتگوری کتگوری آیا از حذف اطمینان دارید قبل اینکه ریبیلد کنم یک بار ریبیلد انجام بدیم خسته نشید شما عزیزان هم من میام سراغ شو استور کتگوری یه تابه برای دیلیت هم می‌نویسم خب اسمش هم میذارم مای دیلیت اینجا هم به دیلیت استور کتگوری اشاره داره ریبیلد ببینید بچه ها اینم مای دیلیت همه چیز آماده تا این تست هم انجام بشه و ما بریم سراغ سیو و اجرای آخر و این قسمت رو با هم به اتمام برسونیم خب من میام سراغ حذف آیا از حذف اطمینان دارید بله صفحه رفرش میکنم میبینم که حذف شده و موردی نیست خب این قسمت رو تموم میکنیم بحث بارگذاری مدارک در پنل فروشگاه در پنل فروشگاه انجام شد حالا میرسیم به پنل مدیریت که بخواد این مدارکی که بارگذاری شده مجوزها رو ببینه تایید یا عدم تایید رو انجام بده و با ما همراه باشید که در قسمت بعدی این کار رو با هم انجام بدیم